عرض سلام و تقدیم ارادت به بخش دیگری از برنامه زنده و مستقیم شبکه پیوند میرسیم. من از حضور بینندگان دانشمند و با ارزشی که مطالب بسیار مهمی رو عنوان میکنند و مطرح میکنند سپاسگزار هستم و بسیار خوشحالم که ملاحظه میشه که این حرکت از حالت متکلم وحده بودن خارج شده و به صورت یک پنل و به صورت یک میز مدور در میاد که ما در اونجا با هم تشریک عقاید میکنیم و تعاطی افکار به کار میبریم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که میگذارید. توصیه من به شما عزیزانم این است که مطالب رو اگر تنظیم بکنید که به صورت کوتاه‌تر و منظم‌تر، هم کوتاه‌تر باشه هم منظم‌تر باشه، که تعداد بیشتری از افراد بتوانند مشارکت بکنند، بسیار سودمندتر خواهد بود. در همین حدی هم که هست من سپاسگزارم از شما و امید دارم که ما بتوانیم که خیلی بیشتر از پیشتر پیشرفت کنیم. یک تقاضایی از حضور ما، در حال حاضر شاید نزدیک به 40-50 هزار نفر فقط ما رو روی فیسبوک میبینند. ما روی یوتیوب هستیم، ما روی لایو استریم هستیم، روی جادو هستیم، روی جی ال ویز هستیم، روی حالا روی وبسایت ما اگر تشریف ببرید، الان من یادم نیست، ولی روی چندین پلتفرم مختلف ما هستیم. روی فیسبوک هم هستیم که الان تعداد کسانی که ما رو روی فیسبوک میبینن چندین ده هزار نفر هستند، آمارش رو که من نگاه میکنم. یک تقاضایی که من از حضور شما عزیزانی که ما رو میبینید یا کسانی که به این سایت مراجعه کردید این است که یک همکاری با ما بکنید و اگر اونجایی که نوشته شیر شما شیر بکنید، فرض بفرمایید که اگر که در حال حاضر 50 هزار نفر ما رو روی فیسبوک میبینند، اگر هر کدام از اینها فقط اون دکمه کوچکی که جلوشون هست که نوشته شیر بکنند، و اگر به طور متوسط حساب بکنیم که هر کدام از شما 1000 نفر فرند دارید یا 1000 نفر فالوور دارید یا 1000 نفر مشترک دارید، خیلی خیلی طبیعی و محتمل است که 50 هزار نفر که شیر بکنن یک برنامه ای رو، اگر هر کدام اینها حداقل 1000 نفر بیننده یا مشترک داشته باشن، تعداد کسانی که مشترک میشوند با این برنامه و میتوانند که این برنامه رو ببینن و در آمار این برنامه نشان میده، میتواند که تا 50 میلیون بالا برود در یک لحظه با فشار دادن یک دکمه توسط این 50 هزار نفری که این برنامه رو مشاهده میکنند. و اگر چنین بشود، ما از نظر مالی میتوانیم که با قبول آگهی روی همین فیسبوک بتوانیم که این تلویزیون بتواند رو پای خودش بایستد و هم کار خیریه انجام بدهد هم کار خود تلویزیون رو انجام بدهد. اگر ما بتوانیم که در یک چنین تیراژی گسترش پیدا بکنیم، مقدار آگهی که داده میشه، کامرشالی که داده میشه برای پخش کردن، تعدادش خیلی زیاد خواهد بود و درآمدش هم خیلی بالا خواهد بود. ما خدمتگزاران شما در شبکه پیوند متعهد هستیم که
برای تعلیم قرآن و برای اداره این شبکه پولی دریافت نکنیم و نمی کنیم و تا به حال هم نکردیم و این کار رو فسق می دانیم و دروغ. یعنی اگر که ما به شما بگوییم که ما از این طریق پولی بر نمی داریم و پولی برداریم، ما فاسق خواهیم بود اگر چنین کنیم. و بعد هم بارها عرض کردم که قرآن صریحاً به رسول اکرم میگوید به مردم بگو که برای تعلیم قرآن از اونها چشم داشتی نداری. یعنی چشم داشت و دریافت مزد برای تعلیم قرآن فسخ است، عمل حرام است و لجبازی و محاربه با خداست، کاری که همین کسانی که به عنوان معلم دین هستن انجام میدن و از این طریق زندگی میکنن، از طریق عبادت زندگی میکنن. میگن شغل شما چیه؟ میگه شغل من اینه که نماز میخونم. شغل شما چیه؟ شغل من اینه که سر قبر برای مرده ها نماز میخونم یا در مسجد نماز میخونم. اینها خوب یا بدش رو کاری نداریم، از نظر قرآن جنایت محسوب میشه و محاربه با خدا. ما با خدا محاربه نمی کنیم، فسق هم به کار نمی بریم و از درآمد این شبکه و کمک های نقدی شما هیچ نوع برداشتی مدیریت این شبکه نمی کنه. کسانی که در این شبکه کار مدیریت و کار تعلیم و تربیت انجام می دهند، اونها هیچ کدام هیچ دستمزدی نمی گیرند. البته محل اجاره‌ای داره، کادر فنی و دستگاه هایی که خراب میشه، پول آنتن، چیزهایی که مربوط به هزینه های اداره اینجاست، اونها رو ما مجبور هستیم بپردازیم. مازاد اونها رو ما برای خدمات خیریه بیشتر هم در کشور افغانستان استفاده میکنیم، تا به حال هم کردیم. هم ما رو از نظر مالی دریابید که بسیار بسیار در شرایط بدی هستیم، و هم این که کار دیگری که میکنید از این کسانی که در حال حاضر ما رو میبینن، اگر هر کدام از شما در این لحظه این برنامه ما رو شیر بکنید، تعداد بیننده ها به چندین صد هزار نفر خواهد رسید، با یک تصاعد هندسی بالا خواهد رفت. و اون به ما این امکان رو میده که ما بتوانیم که اولا یک صدای وسیع و قاطعی در دنیا داشته باشیم و صدای قرآن رو به گوش جهانیان برسانیم، و با تقویت مالی که میشویم کانال انگلیسی هم در کنار کانال فارسی باز کنیم و بتوانیم آنچرا که قرآن برای رفاه و بشر، برای صلح، برای امنیت، برای حفظ شرافت و کرامت انسان در بر داره به دنیا عرضه کنیم و این متاع ارزشمند رو به دنیا بشناسانیم. و همه این کارها با یک لحظه که شما اراده بکنید این دکمه شیر رو فشار بدهید روی صفحه کامپیوتری که ملاحظه میکنید، می توانید که سرنوشت یک تلویزیونی را عوض بکنید و می توانید که به صدها کودک یتیم در کشور افغانستان کمک برسانید. می توانید که به هزاران انسان گرسنه در این ماه مبارک که با همه کمک هایی که ما به اونها می کنیم باز هم یک قطره است در مقابل دریا، نزدیک به صفر این کارهایی که ما می کنیم، برای خود ما خیلی مهمه، ولی ما نسبت به جمعیت، نسبت به نیاز که نگاه میکنیم بسیار بسیار اندک و ناچیزه. اما خب تمام توان ما همین است. شما میتوانید که با فکر و با اتحاد باعث تقویت این شبکه بشوید، باعث تقویت این کار خیریه بشوید. میدانید که شبکه پیوند یک شعبه است، یک اداره است، یک دفتر است از یک شرکت اصلی به نام شرکت UCUR که اون شرکت خیریه است که فقط برای کارهای خیریه ایجاد شده، و در واقع این تلویزیون پیوند بلندگوی اون شرکت خیریه است. و ما مخارج اولیه رو برای مصرف این شبکه به کار میبریم که مخارج ما خیلی کم هست در این شبکه، و اون چرا که مازاد این هست برای کارهای خیریه استفاده میکنیم. شما میتوانید که هم مستقیماً به ما کمک کنید و برای کسانی که صلاح تشخیص میدهند و میخواهند که ما را حمایت بکنند، بهترین حمایت از ما در حال حاضر این است که
صدای ما رو گسترش بدید و بگذارید هزاران نفر و شاید میلیون ها نفر، عرض می کردم اگر 50,000 نفر ما مشترک این فیسبوک داشته باشیم، که 40,000 نفر در حال حاضر ما مشترک دوستدار یا فرند داریم، اگر هر کدام از اینها یک بار شیر بکنند و آمار ما رو به جایی برسانند که 4,000,000، 40,000,000، 40,000 نفر هر کدام با 1,000 نفر فرند یا دوست یا مشترک ما رو مشترک بکنند، 40,000,000 نفر مشترک پیدا میشه. یعنی به هر سازمان آگهی که ما نشان بدیم که ما 40,000,000 بیننده داریم، به ما آگهی بدید، اون پول اون آگهی ها برای این یتیم ها مصرف میشه، چاه آب زده میشه، خوراک تهیه میشه، یتیم خانه ساخته میشه و شما با یک اقدام بسیار بسیار ساده و عملی باعث حفظ زندگی شاید هزاران نفر شده باشید. این کار رو حتما انجام بدید. مطلب دیگری هم که بایستی که به عرض شما برسانم این است که ما 4 ساعت حتی اکثر زمانی است که در هر مقطع می توانیم که روی شبکه فیسبوک باشیم. در پایان این 4 ساعت اکثرا دیده شده که بیشتر مردم فکر میکنن برنامه روی فیسبوک تمام شد و دو مرتبه که ما روی فیسبوک برمیگردیم تعداد بسیار کمتری از مراجع رو ما پذیرایی میکنیم. من البته هم برای خودم و هم برای اتاق فرمان توصیه میکنم که ما یک نوشته بزرگی درست بکنیم که نزدیک های 4 ساعت که میشه مرتب این ظاهر بشه روی صفحه و به مردم گفته بشه که برنامه فیسبوک موقتا قطع میشه، یعنی 30 ثانیه ما قطع میشیم، دو مرتبه روی ایر خواهیم بود، ولی همین 30 ثانیه که قطع میشیم همه شما عزیزان دو مرتبه باید تشریف بیارید و به صحبت‌های ما عنایت کنید و توجه کنید. منظور این که باز هم تکرار میکنم ظرف مدت 4 ساعت که حق پخش برنامه مستقیم زنده 4 ساعت بیشتر نیست، در پایان 4 ساعت ما یادآوری هم خواهیم کرد که شما روی خطوط فیسبوک برگردید، چون این پاک که میشه میبینیم شما هم تشریف میبرید، برگردید و اعلام میکنیم که ما بعد از ساعت 2 که فکر میکنم به وقت غرب لس آنجلس 4 ساعت ما تمام میشود، ما روی شبکه باقی خواهیم ماند، بازگردید و با ما باشید. یکی دو نفر از بینندگان رو ما در اینجا پاسخ بدهیم. آقای احمد الله دوستزاده، خداوند شما را در حفظ خود داشته باشد. آقای وحید قیوم نوشتن که چرا چرندیات میگویید؟ هیچ خداوندی وجود ندارد، فانتزی را بس کن. آقای یما سهیم سلام حسیب جان، enjoy the meaningful show. آقای محسن احمدی نوشتن که عزیزان لطفاً ادب را رعایت فرمایید، بیشتر از این شخصیت خیش را معرفی نفرمایید. آقای ضیا افغان نوشتن که در خارج، نوشتن اون رو نمیتونم بخونم، از درد افغانستان چه خبر داریم؟ البته ما وسیله خبرگیریمون همین دستگاهایی است که بالاخره وجود داره و
چه کنیم که بیشتر از این نداریم. باز هم نوشتن که به هر حال صحبت‌هایی که واقعا نتیجه ای نداره، فقط دشمنان رو خوشحال میکنه، بی خود با هم جنگ و نزاع نداشته باشه. آقای کمیاب نوشتند که جناب محترم سپاسگزار از این همه توضیحات مفصل شما، برای شما آرزوی صحت و سلامتی داریم. آقای خانم کوهی نوشتن ممنون، برنامه های خوب و زحمات شما هستیم. همینطور مرگ بر سیاست مداران، آقای ضیاء افغان نوشتن. خانم یا آقای حفیظی نوشتن که چیز دیگری نمیتوانم بگویم، بعد فوش دادن، مثل اینکه بعضی ها فحش هاشون قابل پخش نیست، ولی اگر که فحش هاشون رو در قالب های بهتری جا بدهند، اونها رو هم ما پخش میکنیم و به هر حال گفتارها رو افراد باید بشنوند. من تصور میکنم اگر که بعضی از ما اعتراض خودمون رو در قالب حرفای خشن و غیر مسموع بیان میکنیم، بیشتر به این خاطر نیست که اون آدمی که حرف بد میزنه خودش هم آدم بدی باشه. من به هیچ عنوان این رو قبول ندارم. من معتقدم که همه ما آدم ها خوب هستیم. نهایتا اجتماع و تربیت در ما ممکنه که تأثیراتی کرده باشه که به لحاظ اون تأثیرات ما دچار این نوسانات فکری و دچار این نوع عکس العمل های آنی شدیم، و چون که فریادمون به جایی نمیرسه، برای جلب توجه اقدام به چیزی میکنیم یا به حرفی میکنیم که شنونده ما را آزار بده، که از اون طریق ما مورد توجه یا مورد شنیدن قرار بگیریم. شما هر چقدر هم آرام بنویسید، اگر اعتراضی دارید، و بعد من نمیگویم که این بهترین برنامه است یا دین من بهترین دین است یا دین مردم دیگه همینطور، شما اشکالات ما رو به ما گوشزد کنید و باور کنید که ما آماده هستیم که بشنویم که چه اشتباهی کرده ایم. یا اگر که فرض بفرمایید که به نظر شما دین یک چیز بی‌معنی است و ما یک چیز بی‌معنی رو قبول داریم، شما به ما این افتخار رو و این آزادی رو بدهید که ما هم در این فکر غلط خودمون، در این نادانی خودمون، بدون اینکه به شما آزاری برسانیم، اجازه داشته باشیم که این نادانی خودمون رو برای دیگران تشریح کنیم. نه اینی که شما عصبانی بشید که چرا ما آزادی بیان داریم. ما به شما هم آزادی بیان میدیم. همین شمایی که فحش نوشتید، واقعا عرض میکنم اگر میخواید رو خط تلفن تشریف بیارید، علت ناراحتیتون رو بیان بکنید. فحش که کاری انجام نمیده. این همه فحش ما به هم دادیم، به اینجایی رسیدیم که ما مسلمان ها رو مثل گوسفند سلاخی میکنن در مقابل هم و دنیا ساکته. چه میدونم، بیش از چند صد نفر انسان رو کشتن، چندین برابر اون زخمی کردن، از زندگی ساقط کردن، اقتصادی کشوری رو فلج کردن، امنیت رو از یک جای دنیا برداشتن. برای همینی که من و تو با هم متحد نیستیم، برای اینکه من و تو هم دیگر مستهلک میکنیم و از بین میبریم. تا وقتی که دشمنان داخلی وجود دارند و ما مسلمان ها و ما هموطن ها و ما همزبان ها و ما انسان ها به جنگ هم دیگه برمیخیزیم، دشمن خوشحالی میکنه، سوخت این جنگ رو به ما میده که ما بیشتر به جان هم بیفتیم.
لازم نیست که همه خداشناس باشند، لازم نیست که همه خداپرست باشند. می توانند عده‌ای منکر خدا باشند، ما می توانیم مخالف هم باشیم، ولی با هم همکاری کنیم برای هدف مشترکی که داریم. فرض کنید که من خداشناس هستم، شما اگر که می خواهید مثلا ملحد باشید یا خدا نشناس باشید یا مخالف خدا باشید یا هر چه که باشید، آیا شما در کمک به یتیم با من هم عقیده هستید؟ اگر هستید بیایید همکاری کنید. شما اگر به کندن چاه آب و مشروب کردن مردم با آب چاه موافقت دارید با این کار که به جای فاضلاب یک انسان، حالا مال افغانستان یا مال هر جایی که هست، آب سالم و تمیز بخوره به جای آب فاضلاب، آیا شما با این کار موافق هستید؟ همکاری کنید. اگر هم همکاری نمی کنید، باعث رنجش افراد نشید، باعث دلسردی افراد نشید. به هر حال من از همه کسانی که نظر اصلاحی دارند سپاسگزاری میکنم. آقای هادی محمدی نوشتند که مقصودشون این است که این کار کار خود دولت هست. علیرضا دواری نوشتند که عامل اصلی آمریکا و ناتو است. نوشتند که دوست دیگری که متاسفم که تظاهرات عادی مردم به یک نوع خشونت خیابانی کشیده. آقای دیگری نوشتند که طالبان هم لباس پلیس برتن کردند و در هر نشستی سعی میکنیم که تعدادی از نظریات شما رو بر بخوانیم، برای اینکه شاید که 80 تا 90 درصد از بیننده های ما بیننده هایی هستند که روی فیسبوک ما رو نمیبینند و این پیام های شما رو هم طبعا اونها قادر نیستند که بخوانند. این است که ما سعی میکنیم که هر بار چند قسمت از پیام های شما رو بخوانیم که اون تعدادی از بینندگانی که ما رو روی فیسبوک نمیبینند از پیام های شما مطلع بشوند. از این فرصت استفاده کنید، به هم دیگه اطلاع رسانی کنید و اطلاعات خودتون رو برای دیگران منتشر بکنید که کسانی که خبر ندارند خبر بشوند. و حیفه که انسان این فرصت‌های خوب رو به کار نگیره و صحبت‌هایی بکنه که نفاق بیشتر و دشمنی بیشتری بین مردم به وجود بیاد. من واقعا علتش رو نمیتونم تشخیص بدم که ممکنه که یک فحشی ناسزایی ارضای آنی به وجود بیاره، ولی فکر بکنید که چقدر اثر بد در زمان طولانی به جا میگذاره. خشم خودتون رو کنترل بکنید و خشم خودتون رو متوجه کسانی بکنید که این کارها رو کردن و سعی کنید که با اتحاد خودتون جلوی تکرار این فجایع رو بگیرید، نه اینکه خشم خودتون رو از کسی دیگری گرفتید سر کسی دیگری خالی کنید. گفت گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر. شوشتر یک جایی است که کاملا اون طرف کشور ایران قرار داره. بلخ کاملا در اون زمان این طرف کشور ایران قرار داشت. حالا میگه در بلخ یک کسی یک گناهی کرد، آهنگر بود، دستشون بهش نرسید، رفتن در شوشتر اون طرف، صدها مایل هزاران مایل اون طرف، یه نفر پیدا کردن، انتقام از اون گرفتن. گفت که من که کار، گفتن نه تو هم کارت با فلز کار میکنی، اون آهنگره با فلز کار میکرده، تو هم با فلز کار میکنی، بنابراین همجنس هم هستی.
گفت بابا اون در بلخ بوده، من در شوشتر هستم، اون با آهن کار میکنه، من با مس کار میکنم، من اون نیستم. گفتن نه خیر، شما هم کار اون هستید، شما هم همون هستید. حالا اون اتهامات رو به ما یا به بقیه بیننده ها وارد نکنید. خیلی کسا هستن که دم از اسلام میزنن، خوب آدمایی هستن، خدمتگزار هستن. خود مولوی، حضرت مولانا، خود او هم دم از این میزد که مسلمه. افراد دیگری هم هستند که جنایتکار هستند و اونها هم میگویند ما مسلم هستیم. شما با اسم کار نداشته باشید، با عمل افراد کار داشته باشید. قبل از اینکه فرمایشات این دوستان رو بشنویم، صحبت بر سر این بود که ما موضوع هدایت و قانون رو در قرآن بررسی کنیم و عرض کردم که قرآن میگوید ما انسان رو که آفریدیم، انسان دارای علمه، انسان دارای اختیار، دارای مسئولیت و همه اون چیزهایی که عرض شد، و یکی از اونها اختیاره و چون اختیار داره میتواند که هدایت بشود و هدایت تشکیل میشود از گفتن و شنیدن و دیدن و خواندن و یاد گرفتن. و اگر آزادی برای این کارها وجود نداشته باشه، طبعا هدایت یک امر بیمعنی میشود و خدا امر بیمعنی انجام نمیدهد. بنابراین ما هم دارای اختیار هستیم، دارای عقل هستیم و دارای علم هستیم و دارای مسئولیت، و به جهت مسئولیت باید هدایت بشویم. هدایت با دخالت تفاوت میکنه. اگر قرار بود که خداوند کتابت رو بر انسان تحمیل کنه یا تحکیم کنه، در این آیه، یعنی آیه 62، آیه سوره 62 آیه اول، بنا بود که در اونجا خداوند میفرمود که به جای اینکه یعلمهم، میگفت که یحکمهم، که تحکیم کند بر آنها کتابت رو و حکمت رو، تحکیم کند. نگفته تحکیم کند، گفته تعلیم کند. یعنی اصل آزادی و اختیار، شما تعلیم میگیرید، اگر خواستید قبول میکنید، نخواستید قبول نمیکنید. از هر سویی که برویم، موضوع قانون با جبر کار میکنه، هدایت با اختیار کار میکنه. اینطور خلاصه میکنم عرایزم رو. و به این لحاظ هست که ما هر وقتی که راجع به اسلام صحبت میکنیم، باید بدانیم که قرآن پایه های قانون سازی رو به ما میآموزد، ولی نصب قانون نمی کند و وضع قانون نمی کند. این رو به زبانهای مختلف در انواع و اقسام فرمتهای مختلف در مکان و زمانهای مختلف باید بگویم، انقدر تا نصب این افراد بشود و در واقع جا بیفتد. دین مشکلات جهانی رو مستقیما حل نمی کند. دین هیچ پاسخ مستقیمی به حل مشکلات جهان ندارد و برای حل مشکلات جهان از طریق دخالت و از طریق وضع قانون و از طریق تحمیل زور و قدرت برای ایجاد عدالت در دنیا نیامده است. دین یک مکتب آموزشی است، دین یک مکتب هدایت است، اما در طول تاریخ ملاحظه می شود که کسانی که برای بهره‌برداری از این مکتب آموزشی مجهز و مسلح شده اند، این مکتب آموزشی رو تبدیل می کنند به تحمیل قانون، و خود اونها نماینده کتابی می شوند که اون کتاب تحمیل کننده قانون است. یعنی به زبان ساده تر می گویند که من نماینده قرآن هستم، قرآن کتاب انجام و نصب قانونه، قانون کتاب شریعت، قرآن کتاب شریعت، من هم نماینده شریعت هستم و بنابراین من دارای قدرت اجرایی قانونی هستم.
و چون دارای قدرت اجرایی هستم و این قدرت اجرایی رو خدا به من داده، تو باید مطیع من باشی، نه مشاور من باشی، مطیع من باشی و اطاعت کنی از من، و در این اطاعت من باید از تو بهره برداری کنم. این خلاصه استفاده ای است که از دین می شود. یعنی وقتی که ما هدایت دین رو تبدیل می کنیم به قانون، تبدیل می کنیم به فریضه، تبدیل می کنیم به حکم اجرایی، و بلافاصله خود ما هم نماینده اون حاکم می شیم، نماینده اون خدا می شیم و صاحب اختیار می شیم و اظهار نظر می کنیم که آقا روزه رو باید شب گرفت یا روز، و ما بلافاصله اصلا نه با قرآن کار داریم نه با چیزی، خود ما دیگه صاحب حکمت شدیم، نظر میدیم آقا راه رفتن حرامه یا حلال. حلال حرام چیز ساده ای نیست که انسان دهنش رو باز کنه و اظهار نظر کنه. من بله میگویم حلال، حلاله یا حرامه، گوشت گربه حلاله یا حرامه، یه کمی فکر میکنی ببینیم شرایط چطوریه، گربه مربوط به کیه، کسی کارخانه تولید گربه درست کرده بعد این گربه ها رو بفروشه، خب گربه حلاله. سگ چطور؟ سگ هم میتواند حلال باشد. هر چه که شما بخواهید از توی این قوطی معرکه گیر نمایندگان جعلی قرآن بیرون میاد. اون وقت این کار وقتی در طول تاریخ توسعه پیدا بکنه، رابطه مردم با اصالت کتاب قطع میشه و رابطه مردم با افراد برقرار میشه و افراد جای خدا رو میگیرن و افراد صاحب قانون میشن، افراد صاحب حکم میشن، حرف افراد تبدیل به قانون میشه. مثلا در عربستان فرض بفرمایید که یک مفتی تشخیص میدهد که اون مفتی تشخیص میدهد که اگر کسی دزدی کرد باید گردن او رو زد. میگیم حالا این قرآن رو اگر هم باید دست رو ببرن، که چنین چیزی ما در قرآن نداریم، اگر هم قرار است که دست ببرن، تو که گردن این رو از کجا یاد گرفتی که میبری؟ میگوید این مفتی گفته، من چاره ندارم، این مفتی نماینده خداست و حرف این حکم است، تمام سخن و اعتراض من بر این است. نه اینکه مفتی سخن نگوید، مفتی هر چه میخواهد مثل بقیه بگوید، چه مفت باشد چه نباشد، که اکثرا مفت است، البته حرف مفت است، ولی حرف جنایی است، حرف کشنده است، حرف دروغ است، کودتا است. هر بیانی که مفتی و مجتهد و اینها از زبانشون دهانشون خارج میشه، هر حکمی که میدهند یک محاربه با خداست، یک دشمنی با اسلامه، یک توهین به قرآنه، یک سرکوبی اسلامه، که هیچ دشمنی نمیتواند با قرآن این چنین مبارزه کند که این مارهای خانگی، مارهای در آستین با قرآن چنین میکنند، به نام قرآن حکم میکنند، در حالی که خود قرآن فاقد قانونه. حالا شما میگویید که پس چرا در قرآن گفتی که شلاق بزنید؟ چرا در قرآن گفتی که دزد رو مجازات کنید؟ شما فکر بکنید که آیا قطع دست که در به نظر شما که مدعی هستید در قرآن راجع به تنبیه دزد نوشته با تعریف قانون میتواند قانون باشد یا نه؟ عرض کردم در تنفس که قانون عبارت است از روشی و دستوری و حکمی و جبری که در جزئیات تعیین تکلیف میکنه. یعنی شما هیچ راهی برای فرار از قانون ندارید، به تمام جزئیات و به تمام شرایط و به تمام امکانات اشاره میکنه. اگر شما توانستید به عنوان قاعده، اگر شما توانستید یک قانونی رو به علت مخشوش بودن و به علت نداشتن دقت یا عدم تدقیق در قانون، اسکروتینی،
اگر که به علت نبودن تدقیق در قانون اون قانون قابل اجرا نبود، اگر مربوط به بشر باشد، دلیل بر ناتوانی، بیسوادی و نادانی اون انسانی است که این قانون رو وضع کرده. یک قانونی باشه که در زبان انگلیسی، در زبان حقوقی انگلیسی، برای کسانی که به این زبان علاقمندن و اکثرا از ما سوال میکنن که واژه‌های کلیدی رو به انگلیسی بگوییم، میگوید اگر قانون ویگ و اوربراد باشه، یعنی قانون نامشخص و گسترده باشه، بیش از حد گسترده باشه، یعنی شمول قانون به اضلاع و محدوده‌هایی برسه که قابل اندازه‌گیری و قابل تشخیص نباشه، ویک باشه، نامفهوم باشه، اوربراد باشه، یعنی بیش از حد گسترده باشه، این قانون باطله. در قرآن 2 یا 3 حکم داره که نزدیک به قانونه، ولی طبعا پایه های قانونه، قانون نیست. شما به عنوان مثال وقتی که به قانونی میرسید که دزد رو تنبیه کنید، این قانونه دیگه، چطور دزد رو تنبیه کنیم؟ دستش رو ببرید. کجای دستش رو ببریم؟ چند تا از انگشتاش رو ببریم؟ به حدیث ندیدان، حدیث رو من هم بلد هستم، میدانم، همه را حفظم. اما به قرآن ما میخوایم در قرآن باقی بمانیم. دست دوز رو قطع کنید. اولا قطع چه معنایی میده؟ اختشاش از همین جا شروع میشه، نامفهوم بودن از همین جا شروع میشه. قطع به معنای بریدن، به معنای کوتاه کردن، به معنای جدا کردن، قطعه کردن، یعنی جدا کردن یا برش دادن، بریدن یک چیزی بدون اینکه جدا بشود، یا بریدن به معنای جدا کردن. این اول اصل قانون که اصلا همه قانون رو بی اعتبار میکنه. بعد از کجا ببرم؟ بعد چه کسی ببره؟ چه کسی ببره؟ هر کس تشخیص داد که هر کس دزدی کرده دست او رو ببرن. پس وجود محکمه لازمه. محکمه روی چی حکم میکنه؟ روی قانون. پس قانون لازمه. اون وقت این دست دز رو که الان ثابت شد جرمش، حالا قاضی هم میخواد حکم بده روی این پاراگراف قرآنی، بگوید از کجا ببر؟ از یک انگشت ببر؟ یک بند انگشت ببر؟ همینطور ببینید چند حالت میتونه وجود داشته باشه و هر کدوم از اینها یک ارزشی داره از نظر بررسی. ممکنه از نظر شما تفاوتی نداشته باشه، ولی برای من که دزدی کردم، آیا قانون نباید بگوید که من از مش دست باید از دست بدهم یا از کتف باید ببرن؟ همه اینها را هم ید میگویند بهش، وسیله بهش میگویند یا دست بهش میگویند. اتاق فرمان به من بگید که ما چند دقیقه به پایان 4 ساعت فرصت داریم و 10 دقیقه. ما 10 دقیقه دیگه این برنامه فیسبوک تمام میشه، ما تمام نمیشیم. ما 30 ثانیه یا 1 دقیقه آگهی پخش میکنیم یا برنامه تنفس پخش میکنیم تا اینکه 2 مرتبه فیسبوک برقرار بشه، برای اینکه ببینیم ما چقدر بیننده داریم و چقدر از بیننده های ما این استدعای من رو برای اینکه شیر بکنید که بیننده ها بیشتر بشن و ما بتوانیم که با گرفتن آگهی های تجارتی این تلویزیون رو لااقل اداره بکنیم. و این کار پولی هم نمیخواد، هر کدوم از شما شیر بکنید این عمل اتفاق میفته. و حدود 8 دقیقه دیگه ما به تنفس خواهیم پرداخت و بعد از اون 2 مرتبه بر میگردیم. اگر که شما که روی فیسبوک هستید، اگر باقی بمانید روی فیسبوک،
دو مرتبه ما رو ملاحظه خواهید فرمود. مطالب بسیار سودمندی برای شما فراهم شده. ادامه تدریس و تشریح قرآن هست، پایان گرفتن موضوع هدایت و قانون در قرآن هست، و بعد به طوری که وعده کردیم با بینندگان، با وجودی که چندین بار ما سوره قدر رو تفسیر کردیم و تشریح کردیم، ولی باز هم دوستان به جای اینکه مراجعه بکنن به یوتیوب و نشریات دیگری که وجود دارن، باز هم از ما خواستن و امر کردن که سوره قدر رو هم تا حدودی برای مردم تشریح بکنیم، و چنین خواهیم کرد. با ما بمانید و برنامه های دیگری رو که در پیش داریم ملاحظه کنید. باز هم تکرار میکنم که قطع برنامه از روی فیسبوک فقط حدود 30 ثانیه طول میکشه و بعد دو مرتبه ما ظاهر میشیم و به برنامه ادامه میدیم. در مورد هدایت و قانون عرض میکردم که قرآن قانون نیست، چون قانون جبر است. قرآن هدایت است، چون هدایت در کنار اختیار حرکت میکند. اصلا هدایت بدون اختیار نمیتواند حرکت بکند، باید اختیار باشد تا هدایت در کنار اختیار. در واقع اختیار یک محملی است که یک حاملی به نام یا یک محمولهی به نام هدایت روی او حرکت میکنه، روی اختیار حرکت میکنه. قانون برعکس، روی جبر حرکت میکنه. و قرآن میگوید که من کتاب هدایت هستم. چون کتاب هدایت است، نمیتواند کتاب قانون باشد، چون قانون و هدایت با هم در یک معبر حرکت نمیکنند. هدایت یک امر اختیاری است، قانون یک امر جبری است. به این لحاظ در پاسخ سوالاتی که معمولا میشود و در همین برنامه همین سوالات شده است که دین مشکلات جهانی رو مستقیما حل نمیکند و دین هیچ پاسخ مستقیمی، نه اینکه پاسخ نداشته باشد، پاسخ مستقیمی به حل مشکلات جهان و برای حل مشکلات جهان ندارد. انسان باید مشکلات جهان رو بشناسد و حل کند، و انسان باید برای حل این مشکلات در جستجوی اساس و الگو و پایه و روش باشد. دین برای تربیت انسان مختار و انسان مستعد آمده است، که این انسان مختار و انسان عالم و انسان مستعد چگونه مشکلات جهان رو بشناسد. دین به ما میآموزد که ما چگونه مشکلات جهان رو بشناسیم و چگونه ما برای حل مشکلات جهان راه پیدا بکنیم، و آنگاه ما که مشکلات جهان رو شناختیم و مشکلات جهان رو دارو پیدا کردیم برای مشکلات جهان، تصمیم بگیریم که آیا از این علم خود و از این توان خود و از این تجربه خود در این زمینه تصمیم بگیریم، یا از همان اختیار برای عدم تأثیر و تحرک استفاده کنیم. به بیان دیگر، اگر اشکالی در دنیا به وجود میاد، قرآن اون اشکال رو برطرف نمی کنه، بلکه قرآن ما رو آگاه میکنه، ما رو دانا میکنه، ما رو توانا میکنه به شناخت اون مشکل. و وقتی اون مشکل رو ما شناختیم، علم حل اون مشکل رو هم قرآن به ما میآموزه، و بعد ما رو رها میکنه که ما با اختیاری که داریم تصمیم بگیریم که الان با این مشکل و با این دارو و با این امکان ما میخواهیم که این دارو رو برای این مشکل مصرف کنیم و این مشکل رو برطرف کنیم یا نه. پس یکی مرحله تشخیصه، یکی مرحله درمانه، یکی مرحله تصمیم به درمانه. قرآن در هیچ کدام این کارها دخالت نمیکنه. قرآن ما رو پرورش میده که ما علتها رو بشناسیم،
دردها رو بشناسیم، داروشناسی یاد بگیریم، کاربرد دارو رو به بیماری و به مریض پی ببریم. اما در نهایت امر ما رو آزاد میگذاره که ما در کمال آزادی و اختیار از این علم استفاده کنیم یا استفاده نکنیم. این کلید رو، ساختنش رو قرآن به ما یاد میده، ساختن کلید رو یاد میده. اما قرآن کلید سازی نداره، ما باید کلید رو بسازیم با فنی که یاد گرفتیم. و بعد یک در بسته ای هست که این در اگر باز بشه ما به همه آرزوهامون میرسیم، به امنیت میرسیم، به آسایش میرسیم. این کلید رو قرآن نمیسازه، این کلید رو علمش رو به ما میده، ما میآموزیم، علم میسازیم، علم پیدا میکنیم، کلید میسازیم. اون کلید رو ما با اراده و اختیار به این در میزنیم و استفاده میکنیم. اگر خواستیم این در رو با اون کلید باز میکنیم، اگر نخواستیم باز نمیکنیم. پس کلید رو میشناسیم که باید بسازیم، قبلا نمیشناختیم. قرآن به ما یاد داده که کلید بسازید، حالا ما با اراده کلید میسازیم یا نمیسازیم. وقتی ساختیم، نساختیم که هیچ، اگر ساختیم یا در رو باز میکنیم یا نمیکنیم، اینها همش مربوط به ماست. وارد میشویم، داروخانه است اینجا، این داروها رو ما بر میداریم یا بر نمیداریم، این داروها رو میخوانیم یا نمیخوانیم، این داروها رو به مریض میدهیم یا نمیدهیم. همه اینها مراحل اجرا و مراحل تصمیم و مراحل اختیاری که مربوط به انسان میشه، مربوط به خدا نمیشه. و ما برای اینکه بتوانیم هدایت رو از اجرا جدا کنیم، باید نکات دیگری رو هم مطالعه کنیم، بررسی بکنیم تا به طور کامل یقین ما بشود که هدایت چیست، قانون چیست و چرا هدایت باعث قانون می شود اما جانشین قانون نمی شود. من از حضور همه شما بینندگان عزیز برای مدت یک دقیقه خداحافظی میکنم. ما برنامه جدیدی روی فیسبوک باز خواهد شد در همین دقایقی که ما با هم صحبت میکنیم. شما اگر هم که مجبور شدید که خارج بشید از فیسبوک، بازگردید و به ما ملحق بشوید و به بقیه برنامه های امروز توجه کنید. با ما باشید، باز میگردیم، با شما خواهیم.